تصاویر مربوط به آغاز سفر رئیس جمهور به آمریکا. همون گونه که اطلاع دارید، امروز سفر رئیس جمهور ایران یعنی دکتر مسعود پزشکیان به کشور آمریکا و شهر نیویورک آغاز شد و همون گونه که اطلاع دارید، روزهای گذشته هم وزیر امور خارجه ایران آقای عراقچی به همراه تیمشون و دیگر افرادی که همراهی کردنشون رو به سمت نیویورک رفتن و اونجا مستقر شدن. اما دکتر پزشکیان امروز سفر رسمی خودش رو آغاز کرد تا بامداد سه‌شنبه اولین سخنرانی رسمی خودش رو در سازمان ملل متحد برگزار کنه و ببینیم چه صحبت‌هایی رو اونجا انجام میده. سفر فوق‌العاده حائز اهمیت و مهمی از نظر دیپلماسی و بازخوردهای بین‌المللی در سطح جهان هست و همون گونه که مشخصاً اعلام شده، برنامه‌ای تحت عنوان سفر رئیس جمهور به نیویورک تعبیه شده که قرار دیدارهای مختلفی رو هم در بر داشته باشه. باید ببینیم که در آینده و ادامه روند سفر رئیس جمهور به نیویورک چه اتفاقاتی خواهد افتاد و ما چه چیزهایی رو پشت سر خواهیم گذاشت. از تصاویر مربوطی که تا بدین لحظه بیرون اومده واسهتون خواهیم گذاشت و با همدیگه چکیده‌ایشو بررسی خواهیم کرد. خود وزیر امور خارجه ایران هم روز گذشته که به نیویورک رسید و لحظه ورودش واسهتون به نمایش گذاشتیم، به نظر رسید که صحبت‌های فوق‌العاده مهمی رو در خاک آمریکا انجام داد که حسابی حائز اهمیت و مهم بودن. اما سفر رئیس جمهور به نظر میرسه جدا از سخنرانی مهمی که قرار روز سه‌شنبه برگزار بشه و حتما واسهتون پوشش خواهیم داد، باید ببینیم که آیا افرادی از کشورهای دیگه با رئیس جمهور ایران دیدارهایی رو خواهند داشت یا نه. صرفا برنامه ای الان تعبیه شده که در دسترس عموم قرار نگرفت و نمیتونیم به صورت کامل بگیم که چه اتفاقاتی قرار بیفته. همه چی دست خود تیم رئیس جمهور هست. تصاویر مربوط رو همراه ما باشید و دنبال کنید و ببینیم که در ادامه و روند اتفاقات به کجا خواهد انجامید. ما خدمت شما سلام عرض میکنیم، عزیزان بیننده‌ای که ما رو میبینن، مردم عزیز کشورمون سلام عرض میکنیم و آرزوی توفیق داریم و امیدوارم در این سفری که ما در پیش داریم بتونیم صدای مردم کشورمون و صدای حق طلبی و عدالت خواهی که باور و اعتقاد ماست رو بتونیم گوش کسانی که در اونجا حضور پیدا میکنند برسانیم. این سازمان ملل متحد یکی از سازمان‌های بسیار مهم و دستاورد بزرگ بشریت، جایگاهی است که همه رؤسای جمهور کشورهای دنیا حضور پیدا میکنند. حضور اینها بیشتر برای ایجاد صلح، آرامش و حفظ کره خاکی که توش زندگی میکنیم و حل اختلافات و مشکلاتی که در کره خاکی ما اتفاق میفته و این جایگاهی است که اصولا اگر وظیفه و رسالت خودش رو درست انجام بده، اون وقت نباید کشوری پیدا بشه که به خاطر قدرت و تکنولوژی و علمی که داره بقیه قدرت‌ها رو و کشورها رو بتونه هر چطور دلش خواست بمباران بکنه، بکشه، مردم رو، زنان رو، کودکان رو، بیمارستان‌ها رو، خونه‌ها رو بدون هدف هر چی دلش، و بعد به هر جایی رو که زد بگه اینجا هدف بود، یعنی بیمارستان رو بزنه بگه اینجا هدف بود، اونجا تروریسم بود، مدرسه رو بزنه، کودکان رو اونجا نابود کنه بگه اینجا تروری، یعنی در حقیقت هر کاری رو میکنه یه توجیهی براش درست بکنه. و خب یه دست کشورهای به ظاهر ادعای حقوق بشری این رو بپذیرن که بله اینا دارن دنبال تروریست ها میگردن. خب واقعیت غیر از ایناست و اینا کاری که دارن میکنن روحیه مردانگی و انسانیت رو در نگاه کسانی که وجدان و آگاهی دارن مستقل از اینی که در چه دین و باورین واقعا جریحه دار میکنه. این جایگاهیست که میشه این مسائل رو مطرح کرد. طبیعتا میشه با رؤسای جمهور کشورهای مختلف ما جلساتی میتونیم داشته باشیم، میتونیم در رابطه با همون چارچوب ها و برای ایجاد صلح و امنیت در جهان گفتگو کنیم، میتونیم با ایرانیانی که اونجا هستن بشینیم و نگاهمون رو دوباره با همدیگه تبادل کنیم و اون
جوی رو که خارج از کشور ما در اونجا ایجاد کردن رو خونسا کنیم. واقعیت اونی نیست که اینا از پشت تلویزیون ها و تریبون ها و یا اون مجامع به اون شکل مطرح میکنن. ایران ما خیلی امن‌تر و آزادتر از آنیست که اونها براش تصویر درست کردن. این حرف معنیش این نیست که ما مشکل نداریم، حتما ما مشکل داریم، حتما در رفتار ما و برخوردهای ما اشکالاتی وجود داره، اما نیت و قصد و اساس کشور ما و نظام جمهوری اسلامی بر اساس برپایی حق است و عدالت، دیدن همه مردم عزیز کشورمان و اون حرفی رو که ما در انتخابات می زدیم، ایران برای همه ایرانیان، همه ایرانیان چه اونایی که تو ایرانن چه اونایی که در خارجن، این کشور مال همه ماست، باید کمک بکنیم کشوری آباد و آزاد و مستقل و سربلند درست کنیم. امیدوارم این فرصتی که دست خواهد داد بتونیم هم با ایرانیان صحبت کنیم، با رسانه‌های مختلفی که هست اونجا نگاهمون رو و موضعمون رو اعلام بکنیم، با کشورها و رؤسای جمهور گفتگو داشته باشیم نسبت به راه حل‌های مختلف، چه در رابطه با صلح امنیت، چه در رابطه با اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و گردشگری و کارهای دیگه‌ای که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم گفتگو خواهیم کرد. و تصور میکنم اگر ما بتونیم درست رسالتمون رو انجام بدیم، دستاوردهای خوبی دکتر پزشکیان و مشاورش به گومگوهای زیادی داشت و بحث‌های زیادی داشتند و ما یادمون هست که چه اتفاقی توی اون برنامه افتاد که سرانجام به این خط شد که مشاور رئیس جمهور میکروفون خودش رو به سمت میکسون پرت کرد و چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. اما در اتفاقی بی سابقه و امروز در صدا و سیما توسط همون مجری و عواملی که اونجا حضور داشتن صحبت‌های زیادی رو انجام دادن که در ادامه فیلم کاملش رو با هم دیگه خواهیم دید و از این گفتن که ما رومون نمیشه در کشورهای دیگه بگیم که دکتر پزشکیان رئیس جمهورمون هست. و بعدش هم اون مجری با مزاح در میاد و میگه که یعنی شرمتون میشه که همچین رئیس جمهوری دارین. شخص مقابل هم جواب میده بله ما شرممون میشه بگیم همچین رئیس جمهوری داریم، گویا به خاطر اینکه گفته با آمریکا برادریم، هر کسی که از آمریکا ضربه خورده نباید به خودش اجازه بده و همچین حقی رو قائل باشه که به رئیس جمهور و دیگر افراد اینگونه صحبت کنه. اما در ادامه با هم دیگه فیلم کامل به این اتفاق خواهیم دید. بعد از این صحبت ها هجمه های عجیب و غریبی به سمت صدا و سیما روانه شد و کسانی که طرفدار رئیس جمهور هستند و یه گونه حامیان دکتر پزشکیان هستند، به نظر میرسه که این اتفاق و این 15 ثانیه عجیب و غریب به مزاجشون خوش نیومده. با ما همراه باشین، در ادامه ویدیو مربوط به این اتفاق خواهیم دید و به نظر میرسه که همه اینها در زمانی که رئیس جمهور در حال سفر به آمریکا هست و امروز وزیر امور خارجه یعنی دکتر عباس عراقچی وارد نیویورک شد و صحبت‌های خوبی رو هم انجام داد و رئیس جمهور هم فردا عازم آمریکا خواهد شد و به نظر این اتفاقات زیاد جالب نمیرسه در همچین بحره‌ای از اتفاقاتی که داره توسط رئیس جمهور رقم میخوره. با ما همراه باشید، مهمترین صحبت‌ها رو بشنوید و برگردید با ما بقیه ماجرا رو بررسی کنید. این دولتی که جدیدا مستقر شده، خدا وکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش. یعنی که شرمتون میاد بگید ما همچی رئیس جمهوری؟ بله بله بله. اینو توضیح بدید چرا؟ میفهمم که ما با آمریکا برادریم. من اصلا همینجا می‌خواستم این دکتر بیان بکنم، یه اصلا از تمام ملت‌های عرب زبان هر کسی که واقعا از آمریکا قبل از اما پس از این صحبت‌هایی که دیدید انجام شد، یک سری حواشی دیگه هم اتفاق افتاد. یک برنامه ساخته شد در گزارش شبکه 3 و به نظر وفاق ملی، گونه حالا شوخی یا طنز میشه گفت، انجام شد. خود تیترهای سایت‌های رئیس جمهور هم از حمله صدا و سیما به پزشکیان گفتن و سایت‌های طرفداری و حامیانش هم به همین گونه که شرم ما می‌آید که بگوییم این شخص رئیس جمهور ماست، میگویند ما با آمریکا برابریم یا حتی برادریم، بابت این حرف از ملت عرب زبان عذرخواهی می‌کنیم. این شخصی که این صحبت‌ها رو انجام داد طبیعتاً مورد حمله و هجوم طرفداران رئیس جمهور قرار گرفته.